أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت شما بینندگان عزیز عرض سلام و ارادت و احترام دارم و همچنین عرض تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، امام بزرگواری که در میان ائمه اطهار علیهم السلام به فضائلی مشهور است که در این برنامه انشاءالله میخواییم بهش بپردازیم. قرار هست که به توفیق پروردگار متعال به مناسبت این روز خجسته یعنی میلاد امام کاظم علیه السلام در رابطه با فضائل و سیره حضرت کاظم علیه السلام گفتگو داشته باشیم. دعوت کردیم از مهمان ارجمند و استاد گرانقدر حوزه سرور عزیزمان جناب استاد فیاض‌زاده تا انشاءالله در این برنامه بتانیم از منظر ایشان بهره‌مند بشیم. خدمت شما جناب استاد عرض سلام و خوش آمدید داریم و همچنین تبریک عرض میکنیم این روز خجسته. علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما همه بینندگان محترم، روز ولادت با سعادت امام کاظم علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله امیدوار هستیم که همه ما جمع پیروان مکتب اهل بیت باشیم و همچنان ثابت قدم باقی بمانیم. سلامت باشین استاد بزرگوار، خیلی تشکر میکنم. این که ما در مناسبت های این چنینی یعنی میلاد و یا شهادت ائمه اطهار علیهم السلام میخوایم استفاده داشته باشیم از فرصت و در واقع پیرامون معرفت شخصیت و جایگاه ها و مقامات ائمه علیهم السلام صحبت بکنیم و همچنین نگاهی داشته باشیم به سیره آن حضرات، به این دلیل هست که به هر حال معتقدیم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان معصوم ایشان، جانشینان دوازدهگانه ایشان، همگی در واقع مشمول این دستور خداوند متعال و این فرمایش الله متعال در قرآن کریم هست که فرمودند ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. همونطوری که خود پیامبر گرامی اسلام برای ما اسوه حسن، قطعا جانشینانشان هم از همین جایگاه برخوردارن. لذا دوست داریم که در این برنامه در بخشی ان شاء الله حضرت عالی اشاره داشته باشید به فضائل و مقامات امام کاظم علیه السلام و در بخش دیگر نگاهی داشته باشیم به سیره رفتاری و عملی آن حضرت. البته قبل از هر دو تا این موضوع، دو موضوع، دوست داریم خلاصه ای از زندگانی آن حضرت حضرت عالی لطف کنید بیان کنیم. بسیار خوب، همونطور که شما بیان کردید، اصل هدف و فلسفه تجلیل ما از ایامای بزرگ ولادات و شهادات بیان فضائل امامان معصوم علیهم السلام و تمام بزرگان دینی ماست. در رابطه با اصل بیوگرافی که از امام کاظم علیه السلام مطرح میشه، من فکر کنم یک امر واضح و روشنیه. هر یکی از شیعیان و پیروان و همه مسلمانان تا کسایی که اطلاع داشته باشه، خوانده باشه، میدونه. به خاطر اینکه فرصت کم هست، تلاش میکنیم که روی فضائل حضرت بحث کنیم و فضایل حضرت بیشتر مورد توجه قرار بدیم تا از این جهت ما بتونیم الگو بگیریم. به همین جهت ما شروع میکنیم به بیان فضایل حضرت و در ضمن بیان فضایل سیره رفتاری حضرت هم بیان میشه. بسیار عالی. یکی از ویژگی هایی که امام کاظم علیه السلام داشت و به این لقب معروف شد، عبد صالح. عبد صالح یکی از القاب معروف امام کاظم علیه السلام هست و این لقبی بسیار بزرگ و مبارک نشان از او فضیلت عبادت و فضیلت تواضع امام کاظم علیه السلام در محضر پروردگار متعال هست. و خیلی از دانشمندان برادران اهل سنت در کل دانشمندان اسلامی فرمودن که امام کاظم علیه السلام را اگر به عبد صالح خطاب میکنن یا این عنوان را، این وصف را برای ایشان دادن، به خاطر همون کثرت عبادت و کثرت نماز و دعا و راز و نیاز و انجام سایر عبادات الهی بود. بنابراین ما یک مختصری در این رابطه تمرکز و دقت داشته باشیم. امام کاظم علیه السلام به حد به نماز و عبادت و راز و نیاز و ارتباط با خدا علاقمند بود که حتی در اون شرایطی که در زندان حضرت قرار گرفت، که مدت‌های مدیدی در زندان ایشان قرار داشت، در اون شرایط وقتی زندان را می‌دید که یک فضای برای عبادت و راز و نیاز فراهم هست،
خب نقل است از ایشان که وقتی در زندان قرار میگیرد، در اوائل زندان یک مقدار وسعت بود، حضرت میگوید خدایا شکر سپاسگزار هستم که یک مکان خلوتی رو برای عبادت عنایت کردی. به هر صورت در رابطه با عبادت امام کاظم علیه السلام، هرچی ما سخن بگیم، هرچی بنویسیم، هرچی بیان کنیم، باز هم عبادت ایشان را کما هو حقو بیان نمیتونیم. ولی یک نمونه را خدمت شما عرض کنم. یک شخص به نام عبدالله قزوینی است، میگه یک وقتی ما رفتم فضل ابن ربه، وقتی مرا مشاهده کرد در بالای بام خانهش بود، صدا کرد که اینجا بیام. و وقتی کنارش رفتم، به من دستور داد که از این روزنه خانه یک نگاه بینداز به سمت پایین. من نگاه انداختم، از من سوال کرد که در پایین، در داخل خانه، بالای زمین چی چیزی را میبینی؟ من گفتم یک جامعه را میبینم که روی زمین افتاده. بعد به من گفت که نه، یک کمی مقدار دقت کنید. با دقت نگاه کردم، گفتم مثل یک انسانی میمونه در حال سجده. خب بعد از من سوال کرد که این شخصیت یا این کس را میشناسیم؟ من گفتم نمیشناسم. گفت این شخصیت در واقع مولایت موسی بن جعفر است. حالا چون از پیروان امام موسی بن جعفر بود، نمیخواست خودش را زود اظهار کنه. گفت من برای خود کدام مولای را گمان ندارم، تو چی فکر میکنی؟ گفت نه، من میدونم این مولایت امام موسی بن جعفر است. بعد وقتی حکایت میگونه، میگه از زمانی که در زندان من فضل موسی بن جعفر را زندانی کرده و مرا در واقع وظیفه دار ساخته، من مترصد هستم، متوجه هستم، همیشه موسی بن جعفر را در حال عبادت میبینم، در حال سجده میبینم. وقتی نماز صبح را ایشان ادا میکنه، بعد مشغول تحقیق و تعقیب میشه، بعد تا زمانی که آفتاب طلوع میکنه، هنگام طلوع آفتاب باز هم حضرت سر را به سجده در محضر پروردگار متعال میگذاره، تا زمانی که شمس زوال نکرده، امام کاظم در حال سجده قرار داره. بعد از اینکه هم زوال شمس صورت میگیره، کسی را هم موکل میکنه و میگه که هر وقت زوال شمس شد برای ما آگاهی بدین. وقتی زوال شمس صورت میگیره، موسی بن جعفر سر از سجده بر میداره بدون اینکه تجدید وضو کنه، دوباره شروع میکنه به اقامه نماز ظهر و عصر، و نماز ظهر و عصر با تمام مستحباتش هم اقامه میکنه. بله. و فضل میگه از این که موسی بن جعفر تجدید وضو نمیکنه، من میفهمم که در این زمانی که بالای سجده بوده در حالت خواب نبوده، در حالت سجده، در حالت ذکر خدا و مشغول عبادت خدا بوده. وقتی از زمان طلوع شمس تا زوال شمس یک کسی در محضر پروردگار متعال در حالت سجده قرار میگیره، این اوج همون معرفت، اوج علاقه و اوج روحیه عبادت و بندگی او را میرسانه. و این شخصیت خاصی که میتونه در تمام عرصه و جمله عرصه عبادت و بندگی الگو باشه. و بعد همینطور نقل میکنه وقتی که نماز ظهر و عصر را تمام میکنه، بازم دوباره سر به سجده میگذاره در محضر پروردگار متعال، با همون راز و نیازی که حضرت داشت ادامه میده تا زمانی که وقت نماز مغرب عشا برسه. در اون زمان هم وقتی نماز مغرب ادا میکنه، حضرت افطار میکنه. وقتی سخن از افطار به میان میاد، دشمنی، یکی از دشمنان حضرت که در واقع زندانبان حضرت هست، مسئول زندان حضرت هست، وقتی او حکایت میکنه که حضرت افطار میکنه، خب نشان از ایسته که امام علیه السلام در طول روز علاوه بر این که نماز بوده، در حال سجده بوده، خود روزدار بوده، صائم بوده. صوم و روزه گرفتن یکی از بزرگترین عبادات است که بندگان خدا در مقابل خدا و طبق فرمان خدا انجام میده. و بعد هم وقتی نماز تمام میکنه، یک مختصر حضرت میخواد و مشغول دعا و راز و نیاز و ایناست. بله. این داستانی را که فضل ابن ربه به یک از شیعیان و پیروان امام موسی بن جعفر حکایت میکنه و در کتابهای تاریخی و روایی منعکس شده، این نشانگر همون عبادت امام موسی بن جعفر علیه السلام هست و این تصدیق میکنه که عبد صالح به خاطر همین عبادت حضرت هست. مصداق دیگر از عبادت همه ذکر خداست که حضرت
ذکر خدا را هم در قلب و هم در زبان داشت. بله. و تلاوت قرآن کریم یک از مصادیق عبادته. و جالب اینه که در مورد تلاوت قرآن کریم از طرف امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل است که اینقدر قرآن را به زبان به صدای زیبا قرائت میکرد وقتی قرائت قرآن را از حلقوم مبارک امام موسی بن جعفر دیگران میشنیدن، اشک از چشمانشان جاری میشدن، گریه میکردن. و این نفس تلاوت آیات قرآن کریم از حلقوم گرم ایشان روی روحیات دیگران تأثیر میکردن و اونا را متحول میساختن. اینا نمونه هاییست، نمونه های بسیار اندک از مصادیق و موارد عبادت امام موسی بن جعفر علیه السلام، نماز، ذکر خدا، یاد خدا و همینطور تلاوت آیات قرآن کریم و دعایی که حضرت داشتند. بله. که در مواقع مختلف حضرت رو به پروردگار متعال میکرد، دعا میکرد. برخی از دعاها دعاهایی بود که حضرت به او دعاها یک عنایت خاصی داشت. دعا میکرد که خدایا مثلا عند الموت راحتی برای ما عنایت کن که در هنگام موت انسان راحت تر جان بده و عفو عند الحساب را مثلا از تو مسئلت دارم. اینا دعاهایی بود که مکرر امام علیه السلام حالا چی در زندان چی در جاهای دیگر دعا میکرد. پس امام کاظم علیه السلام در واقع همون عبد صالح است که نه تنها پیروان ایشان، نه تنها محبان ایشان، بلکه حتی مخالفین ایشان، حتی دشمنان ایشان، حتی کسانی که باور به امامت ایشان نداشتن اعتراف داشتن، قبول داشتن و میپذیرفتن که اعلم اهل زمان خودش، افقه اهل زمانش و از همه عابدتر بودن، که حتی این عنوان زین المجتهدین را هم بهشان دادن. پس یک بخش از سیره امام کاظم علیه السلام همین سیره عبادی حضرت هست که محضر شما بسیار مختصر عرض کردم. دا حالای بیان سیره خوبه، آنچه که ما و شما و بینندگان محترم از این باید درس بگیریم و در این مسیر قرار بگیریم اینه که ما هم مثل امام کاظم علیه السلام، مثل امام کاظم نه، حداقل در همون مسیر امام کاظم به عنوان الگو قرار دادن امام کاظم علیه السلام به نماز ما اهمیت بدیم، نماز اول وقت بخوانیم، نماز درست بخوانیم، نماز با حضور قلب بخوانیم و همچنان تلاش کنیم، عادت کنیم به ذکر قلبی و به ذکر زبانی، هم قلبن به یاد خدا باشیم و هم زبانن به یاد خدا باشیم، که همه شما میدانید که در رابطه با ذکر خدا دین مقدس اسلام، قرآن کریم، اخبار و روایات، سیره معصومین و جمله امام کاظم علیه السلام تاکید میکنه. در زبان هم، در بازار باشیم، در دکان باشیم، در اداره باشیم، در مسیر راه باشیم، در هر جایی که باشیم وقتی فرصت و زمان هست از این فرصت و زمان استفاده کنیم، مشغول ذکر خدا باشیم. تشکر میکنم، ان شاء الله بازم فرصت داریم که در خدمت جناب علی باشیم. بینندگان محترم، خوشمند هستم که همراهی بفرمایید. پس از میان برنامه دیگر ان شاء الله بازم همراه شما عزیزان خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بار دیگر فرارسن 20 ماه ذوالحجه، فرخنده سال روز ولادت مسعود و با برکت حضرت امام موسی بن جعفر علیهم السلام را خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و محبین اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم. در برنامه امروز در بخش قبلی جناب استاد فیاض‌زاده اشارات بسیار زیبایی داشتن به برخی از فضائل امام کاظم علیه السلام و همچنین در خلالش اشارات به سیره آن حضرت که بیشتر در بعد عبادی بود. اجازه بدین روایتی را از کلمات دوربار حضرت کاظم علیه السلام تقدیمتان بکنیم و ان شاء الله ادامه فرمایشات آقای فیاض‌زاده رو بشنویم. فرمودن طوبی للمصلحین بین الناس اولئک هم المقربون یوم القیامه. خوش به حال کسانی که در بین مردم اصلاح ایجاد میکنن و مفاسد بین مردم را از بین میبرن و تبدیل به اصلاح میکنن. بعد فرمودن آنان هستن همان مقربین درگاه خداوند در روز قیامت. در خدمت جناب استاد فیاض‌زاده هستیم و باز هم میخواییم بیشتر درباره فضائل حضرت امام کاظم علیه السلام برای ما فرمایش داشته باشن.
بسیار خوب، اونطور که شما اشاره کردین بحث در رابطه با بیان فضائل و در کل سیره رفتاری حضرت امام کاظم علیه السلام هست. یکی از عناوینی که به حضرت اطلاق میشه و حضرت معروف است تحت عنوان عبد صالح، نشان از همون سیره عباده حضرت بود. و عنوان دیگری که معروف است و ما بارها او را به سر زبان میاریم و الان هم ذکر کردیم، امام کاظم. اون عنوان کاظم بودن است که عنوان کاظم بودن در واقع داخل میشه در بخش سیره اخلاقی و اجتماعی امام کاظم علیه السلام. با توضیح به همین عنوانی که به امام داده شده، ما تلاش میکنیم این عنوان توضیح بیتیم و سیره اخلاقی و اجتماعی امام کاظم علیه السلام را تا زمانی که فرصت باشه خدمت شما توضیح بیتیم. خدا خیرتان بده. عرض کردیم که یکی از عناوین معروف عنوان کاظم بودن است. کاظم بودن یا عنوان کاظم به کسی استعمال میشه، گفته میشه که کظم غیظ داشته باشه، یعنی خشمش را در هنگام خشمناک بودن فرو ببره و خشمش را کنترل کنه. یکی از مواقع خطرناکی که انسان ممکنه اقدامات خطرناکی را انجام دهد که بعداً پشیمانی داشته باشه و حالات خشم و حالات غضب. اگر انسان در حالت غضب و در حالت خشم قرار میگیره، اگر دست به اقدام بزنه ممکن اقدام خطرناک باشه و اقدام عواقب خطرناک داشته باشه که بعداً سالها پشیمانی هیچ درد را دوا نکنه. به این جهت هست که از نظر اخلاقی در دین مقدس اسلام طبق بیان قرآن انسان‌ها باید کاظم باشه، کظم غیظ داشته باشه، غضبش را و خشمش را در اون زمان کنترل کنه. و حتی برخی از روانشناسان هم گفتن هنگامی که غضب و خشم بر انسان چیره میشه، مسلط میشه، تلاش کنه که مکان خودش را عوض کنه و چند قدمی در طرف و طرف قدم بزنه تا اینکه حالت از انسان دور شوه. به هر صورت امام کاظم علیه السلام از طریق مخالفینشان مورد اذیت و آزار قرار می گرفت. در مواقع مختلف از طرق مختلف حضرت را اذیت می کردن، آزار می دادن. خب اینه که حضرت مدت های متمادی در زندان قرار می گیره و زندان های مختلف با اذیت های مختلف، حالا چی اذیت های زبانی، چی اذیت هایی که حالا جسمی و فیزیکی داشتن. خب این در واقع ای را می طلبه که امام علیه السلام در مقابل اینا باید صبور باشه. بله. در مقابل اینا باید کظم غیظ داشته باشه، حلم داشته باشه، بردباری داشته باشه و حضرت همون حلم و بردباری و کظم غیظ را در دل تاریخ ثبت کرد و عنوان امام کاظم را به خودش گرفت. فقط همین داستان خدمت شما عرض بکنم کافی است. بله. در مدینه مرد از مخالفین امام کاظم علیه السلام بود، پیوسته امام کاظم را اذیت میکرد. وقتی امام کاظم علیه السلام را میدید، به پدر بزرگوار، جد بزرگوارش حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام ناسزا میگفت. وقتی امام کاظم را میدید، خود امام کاظم را ناسزا میگفت، نسبت به امام کاظم حرفهای زشت را بیان میکرد. بله. خب طبعا امام کاظم علیه السلام ناراحت میشد، خشمناک میشد، غضبش میامد، ولی خشمش را، غضبش را کنترل میکرد. این مرد به حد امام را اذیت و آزار میکرد که حتی برخی از نزدیکان امام یا حتی پیروان و شیعیان امام خواهش کردند که اگر شما اجازه بدید ما این مرد را خلاصه از این دنیا میگذرانیم و این به قتل میرسانیم. امام علیه السلام وقتی مسئله قتل این مخالفش مطرح میشه، به جدیت مخالفت میکنه. امام جدا با این طرح مخالفت میکنه و او کسی که پیشنهاد قتل او مخالف را مطرح میکنه، نسبت به او مخالفت میکنه و جدیت به خط میده که به هیچ وجهی کار صورت نگیره که به خاطر اذیت و آزار کردن ما بیایم اونا را به قتل برسانیم، مخالفین خود را بکشیم. خب این نشان از ایسته که امام کاظم علیه السلام در یک ظرفیت بالای روحی قرار میگیره که با این همه اذیت و آزارها از طرف مخالفین، خصوصا که به حضرت علی علیه السلام کسی دشنام و ناسزا بگه، خب یقینا طبعا یک شیعه مثلا یک پیرو حضرت ناراحت میکنه، چی برسه که امام کاظم باشه. ولی امام کاظم
علی‌رغم این که غضبناک میشه، خشمناک میشه، ولی خشمش را، غضبش را کنترل میکنه و از این پیشنهاد قتل کاملا جلوگیری میکنه، به جدیت مخالفت میکنه و جریان به اینجا میکشه که امام کاظم علیه السلام از یک سوال میکنه که این مردی که حالا رفیق همیشگی ما شده و ما را اذیت و آزار میکنه در کجای مدینه زندگانی میکنه؟ این کسی آدرس میده در یک ناحیه از مدینه مشغول زراعت و مشغول کار. امام کاظم علیه السلام یک روز تصمیم میگیره که باید بره و نزد این مرد ببینه که چی کار میکنه، چرا این کار را از یه تازه به حضرت انجام میده. بله. حضرت تصمیم میگیره و بالای یک مرکبی سوار میشه، میاد تا که آدرس او را پیدا میکنه، ببینه که او مشغول زراعته. امام علیه السلام به همون حالتی که پشت مرکب سوار بود، با همون مرکب از داخل زراعت به سمت اون آقا و مردی که حضرت اذیت آزار میکرد حرکت کرد. خب سر و صدای اون مرد بلند شد که چرا از بین زراعت ما میایی؟ از اینجا نیام، زحمت کشیدم چی و چی؟ علی حال چون امام بنا بود که همه این زراعت را و او بلکه بالاتر از او به او ببخشه، امام ترتیب اثر نداد، مستقیم آمد در نزد این مردی که امام را اذیت میکرد و مخالف با امام بود. امام سلام میکرد و کلام میکرد و خنده کرد و یه خوشرویی و اخلاق نیک از خود نشان داد و بعد از او سوال کرد که از این کشت و زراعت چه مقدار، چقدر در این کشت و زراعت مصرف کردی؟ مصرف کردی، بله. او گفت که 100 اشرفی مصرف کردم. امام فرمود که از این کشت و زراعت چه مقدار توقع و امید داری؟ بله. خب باز هم او با امام مخالفت میکنه، میگه من علم غیب ندارم. امام علیه السلام میفرماید که من نگفتم که تو علم غیب داری، من گفتم چقدر امید داری، انتظار داری؟ گفت 200 اشرفی امید و انتظار دارم که از این زراعت محصول را بگیرم. امام علیه السلام کیسه حالا از جیب خودش هر جایی که بود کیسه را حضرت آماده کرده بود و به دستش داد که حاوی 300 اشرفی بود. 200 اشرفی رو او انتظار داشت. بله. امام علیه السلام 300 اشرفی را به این مخالفش که او را اذیت آزار میکرد بخشید و اون مرد که حضرت را همیشه اذیت آزار میکرد از برخورد امام احساس خجالتی کرد. نرست. معذرت خواهی کرد و از حضرت معذرت خواهی کرد، عذرخواهی کرد که من بد کردم نسبت به شما، رفتار خوبی نداشتم، شما از بزرگواریتون ببخشید. خب امام علیه السلام خب برای آمده بود که باید با این آشتی داشته باشه و این شخص اصلاح کنه. بله. و بعدن همین مردی که از مخالفین امام بود وقتی در بین اصحاب و در بین رفقا و دوستانش می آمد، از اوصاف امام کاظم علیه السلام سخن می گفت، بیان می کرد. بله. و اونا می گفتند خب تو که یک آدمی کاملا مخالف موسی بن جعفر بودی، الان چی کار شد که تحول مثلا اینچونی به وجود آمده؟ و او داستان و قضیه را قطعا برای اونا صحبت می کرد و این نشانگری نهایت تحمل، بردباری و کظم غیظ امام کاظم علیه السلام است و این نام بسیار زیباست که به امام کاظم علیه السلام استعمال شود و پروردگار متعال هم خواست که این نام تا روز قیامت باشه و الان ما شما از موسی بن جعفر کرده بیشتر امام کاظم را استعمال میکنیم و این در دل تاریخ همینطور ثبت شد و ما هم تلاش بکنیم که در این مسیر قرار بگیریم. چه زیبا. خیلی تشکر میکنم جناب استاد فیاض‌زاده. بینندگان ارجمند خوشمند هستم، همراهی بفرمایید. پس از بیان برنامه دیگر باز هم انشاءالله همراه شما عزیزان خواهیم بود. خوشمند هستم که همراهی بفرمایید. خوشحال و مسرور هستیم از اینکه در این روز خجسته یعنی 20 ماه ذی‌الحجه سال روز میلاد با سعادت حضرت امام کاظم علیه السلام از طریق برنامه عارفانه در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم. باز هم فضای برنامه را و انشالله دلهای شما بینندگان عزیز و گرامی را با نقل حدیثی دیگر از فرمایشات نورانی امام کاظم علیه السلام انشالله معطر می‌سازیم. امام کاظم علیه السلام فرمودند ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فیلهمه الله عز و جل الدعا،
هیچ بلایی بر بنده مؤمن نازل نمیشه مگر اینکه خداوند متعال در دل بنده خودش دعا کردن را الهام میکنه. بعد فرمودن الا کان کشف ذلک البلاء و شیکا، و در اثر این دعای بنده خداوند به زودی این بلا را از بنده مؤمن خودش دفع میکنه و برمیداره. و ما من بلاء ینزل علی عبد مؤمن فیمسک عن الدعاء الا کان ذلک البلاء طویلا، و هیچ بنده مؤمنی نیست مگر اینکه هنگامی که بر او بلایی نازل میشه اگر دست از دعا کردن برداره و امساک بکنه و دعا نکنه، نتیجهش این خواهد شد که این بلا بر او طولانی خواهد شد. بعد در پایان حضرت دستور فرمودند فاذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء والتضرع الى الله عز وجل، پس هرگاه که بر شما بلا و مصیبت و گرفتاری نازل شد بر شما باد به دعا کردن و تضرع و رفتن به در خانه پروردگار متعال. انشاءالله که اهل دعا باشیم و طبق این فرموده امام کاظم علیه السلام بخصوص در هنگامی که دچار سختی و گرفتاری شدیم حتما باید از طریق دعا به درگاه خداوند متعال رجوع داشته باشیم. در خدمت استاد ارجمند جناب آقای فیض‌زاده گرامی هستیم و ادامه فرمایشات ارجمندشان رو میشنویم. بفرمایید استاد. خدمت شما شوه که در رابطه با القاب امام کاظم علیه السلام توضیح دادیم، یکی از القابش عبد صالح بود، یکی از القابش کاظم بود، توضیح داده شد و تلاش کنیم که در عرصه عبادت و کظم غیظ چه در داخل خانه، چه در بازار، چه در هر جا اینا را رعایت کنیم تا از پیروان حضرت محسوب باشیم و از زندگانی ما هم به شکل بهتر و خوبتر پیش برن. یکی از القاب معروفی حضرت را که اینجا خدمت شما توضیح بدیم، امروز روز ولادت حضرت هست، لقب معروف لقب باب الحوائج است. باب الحوائج یعنی در حاجت ها. این را باید کمی توضیح بدیم که باب الحوائج یعنی چی. درست. وقتی ما میگیم باب الحوائج، اول این نکته را باید داشته باشیم که چی برادران اهل تشیع که پیروان امام موسی بن جعفر هستند و چی حتی از برادران و حتی برخی از دانشمندان برادران اهل سنت گفتن که ما مکررن به محضر امام کاظم علیه السلام در حرم ایشان رفتیم، در مرقد ایشان رفتیم، از پروردگار متعال خواسته ای را داشتیم، دعا کردیم، حاجات ما برآورده شده. و این یک امر مسلم قطعیه که به در امام کاظم علیه السلام افراد متعدد از مسلمانان رفتن، حاجاتشان را خواستن و حاجاتشان هم گرفتن. و این جهت حضرت معروفی به باب الحوائج است. وقتی ما میگیم باب الحوائج به این معناست که ما از این در وارد میشیم، حاجاتمون رو از پروردگار متعال میخواهیم. در واقع جناب استاد امام کاظم علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام واسطه ای هستن که ما انتخاب میکنیم. بله. یا وسیله ای هستن. بله. که به واسطه اونها و به خاطر اون قرب و وجاهتی که در نزد پروردگار متعال دارن به خدای متعال. بله. تقرب میجوییم و حاجات خود را در واقع به پیشگاه خداوند متعال ارائه میکنیم. بله. همونطور که شما اشاره کردین، بله، ما شیعیان وقتی در هر جایی که میریم متوسل میشیم یا توسل را پیش میکشیم، توسل به هیچ وجه شرک نیست. بله. که کسی فکر کنه توسل به شرک میرسه، نه، ما حاجات را از پروردگار متعال میخواهیم، ولی به خاطر همون آبرو و وجاهت اونها داره. خیلی اوقات میشه که یک شخصی فکر میکنه من یک شخص گناهکاری هستم، یک شخصی هستم که در محضر خدا آبروی چندانی ندارم، و این جهت او خودش مستقیما نمیتونه بره، خجالت میکشه، میگه پروردگار متعال این بندگان خوبت را، رسول گرامی اسلام را، امامان معصوم علیهم السلام را، که اینا بندگان خوب تو هستن و بهترین ها در نزد تو هستن، آبرو دارن، اینا رو من محضر تو میارم با آبروی پیغمبر و امامان معصوم علیهم السلام. خب از سر تقصیرات ما در بگذر، گناه ما رو ببخش، مورد غفران خود قرار بدی، نیاز دارم، حاجت دارم، خدای حاجت ما رو برآورده کن. و هیچ جایی مسئله شرک مطرح نمیشه. و کسانی که احیانا متهم به شرک میکنه، اونا معنای توسل را شاید به درستی تصور نکرده باشه و برایشان تبیین نشده باشه،
و اگر این تبیین ها باشه، مفاهمه ها باشه و صحبت ها باشه، ما فکر میکنیم که بدبینی ها در بین پیروان مذاهب چی میشه؟ در طرف میشه که بله. خلاصه همه بفهمیم که توسل مثلا چی معناست. به عنوان نمونه جناب استاد بزرگوار، ما میتونیم به دعای توسل اشاره داشته باشیم، دعایی که مشهور است به دعای توسل و مؤمنین در شبهای چهارشنبه معمولا میخوانند. در این دعای شریف آمده که مثلا در همه فراز اولش اللهم اینی اسألو که به محمد نبی که نبی رحمه، داریم اولش میگیم که از تو میخواهم خدایا، از تو میطلبم، اما به چه وسیله؟ به وسیله پیامبرت که او پیامبر رحمت است، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا رسول الله، یا حجت الله علی خلقه. بعد در انتهاش میگم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، ای کسی که در نزد خدا تو آبرومند هستی، ما را تو را شفیع قرار میدیم در نزد خداوند متعال. یعنی خود فراز به فراز این دعای شریفی که موسوم به دعای توسل هست در واقع نمایانگر توحید است. از سر روی این دعای شریف در واقع توحید میباره. گذشته از اینکه پروردگار متعال به ما امر هم فرموده که یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، کسی که ایمان آورده اید تقوای الهی داشته باشید و برای رسیدن به خدای متعال وسیله فراهم بکنید، که امیرالمؤمنین علیه السلام ذیل همین آیه شریفه فرمودند والله نحن الوسيله الى الله تعالی، به خدا سوگند ما اهل بیت هستیم وسیله ای که پروردگار متعال دستور فرموده که فراهم کنید برای تقرب به خداوند متعال. آقای فیضزاده خیلی بهرمند شدیم از محضر حضرت عالی، انشاءالله که همگی ما جزء رهروان راستین امام کاظم علیه السلام و سایر اهل بیت طاهرین علیهم السلام باشیم و آنان را اسوه حقیقی خود ما در زندگی قرار بدیم. از حضور شما صمیمانه تشکر میکنم. بینندگان محترم، به پایان برنامه رسیدیم، انشاءالله که داشته این برنامه مورد استفاده شما واقع شده باشد. تا دیدار آینده همه شما را به پروردگار بی‌نیاز می‌سپارم و آرزوی سربلندی و موفقیت دارم براتون. خدا نگهدار.